در ادامه فشار و خشونت علیه جامعه مسلمانان در هند، دو روز پیش 4 عضو یک خانواده مسلمان در شهر کارناتاکای این کشور به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. پلیس گفته 5 تیم ویژه برای بازداشت قاتلان این خانواده مسلمان تشکیل شده است. این حادثه تکان دهنده روز یک شنبه 21 آبان در اودوپی گزارش شد و گفته شد قاتل یک زن به همراه 2 دختر و 1 پسرش را در محل سکونتشان به قتل رسانده بود. پلیس فیلمی از پایین آمدن متهم از خودرو در نزدیک محل جنایت و سقوط او از دوچرخه را جمع‌آوری کرده است. پلیس گفته تا کنون 2 نفر را هم در مورد به این رویداد بازداشت کرده است. پلیس گفته قاتل با پوشیدن نقاب وارد این خانه شده و زنان را کشته است. آسم، پسر این خانواده که در بیرون بازی می‌کرد، زمانی که وارد خانه شده او را نیز به قتل رساند. این رویداد در حالی در کارناتاکا رخ داده که اخیراً تنش‌ها میان گروه‌های تندروی هندو و مسلمانان افزایش یافته است. به تازگی برخی پوسترها با شعارهای علیه مسلمانان در دیوارها و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر گردیده است. پلیس هرچند اقدامات پیشگیرانه از جمله جابجایی پرسنل بیشتر در منطقه انجام داده، اما مسلمانان کارناتاکا با ناکافی خواندن آن خواهان اقدامات جدی‌تر برای جلوگیری از خشونت‌های تندروان هندو علیه جامعه مسلمانان هستند. سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران با ما هم رسند. آقای آموزگار سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. بزرگوارید. آقای آموزگار، اخیراً گزارش‌ها نشان میده که فشار و خشونت علیه مسلمانان در هند افزایش یافته. دلایل این افزایش چیه؟ ببینید، سازمان‌های افراطی هندو در هند مسلمان‌ها رو همیشه هدف حملات نجات پرستانه خودشون قرار دادن. ضرب و شتم یا زنده زنده در آتش سوزاندن مسلمان‌ها، راه‌های غیر انسانی مورد استفاده این گروه‌ها علیه مسلمان‌ها بوده. باید در نظر داشته باشیم که مسلمان‌ها بزرگترین اقلیت خداپرستان هندی هستند. البته بعد از به قدرت رسیدن حزب ملی گرای ناندرای مودی در هند، نخست وزیر هند، این تفاوتی که با قبل پیدا شد اینه که کسانی که به مسلمان‌ها حمله می‌کنن و اونا رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، مورد تعقیب قضایی یا حتی به دادگاه کشیدن و تعقیب توسط پلیس و نیروهای امنیتی قرار نمی‌گیرد. این گونه حملات از 2 سال پیش شدت گرفته. مثلا یه جوان 18 ساله در ایالت هریانا 2 سال پیش کشته شد و 2 جوان دیگه زنده زنده سوزانده شدن، ولی با گذشت 2 سال هنوز خبری از دستگیری متهمین منتشر نشده. باید در نظر داشت که طی سالهای اخیر بیش از 50 شهروند مسلمان در ایالت اتر پرادش در شرق هند توسط گروهی موسوم به نگهبانان گاو کشته شدند که عده بسیار زیادی دیگری هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به ویژه در ایالت آسام در مرز بنگلادش. ایالت آسام همچنین قانونی تصویب کرد که در صورت که به تصویب برسه ممکنه منجر به اخراج مسلمان‌های هندو از این کشور بشه. در ایالت مادیا پرادش مسلمان‌ها حتی در معرض تخریب خونه‌هاشون هم هستن از سوی خود دولت و نه این گروه‌های افراطی که خدمتتون عرض کردم. اتحادیه ملی هندوها که یک سازمان شبه نظامی هنده و در 1925 تأسیس شد، همواره به کمک پلیس به کشتار و اذیت و آزار مسلمان‌ها در هند مشغول بوده و خشونت علیه مسلمان‌ها پیش از روی کار آمدن آقای ناندرای مودی نخست وزیر هم بوده، ولی مورد جدید اینه که الان دیگه مقامات دولتی برای متوقف کردن محاکمه و دستگیری کسانی که مسلمان‌ها را اذیت می‌کنند هیچ اقدامی نمی‌کنند.
بله، در برخی موارد گزارش هایی وجود داشته که پلیس از خشونت جلوگیری نکرده یا سهل‌انگاری کرده. آیا فشار علیه مسلمانان به بخشی از سیاست کلی حکومت این کشور تبدیل شده؟ به نظر میرسه که با توجه به اینکه این انتخابات هند در 2022 منجر به روی کار آمدن دولت آقای مودی شد و 5 سال ایشون در قدرت خواهند بود، ظرف 3 سال آینده هم این روند متاسفانه ادامه خواهد داشت و تحول چندان مهمی نمیتونیم در به نفع مسلمان در هند رو پیش بینی کنیم برای 3 سال آینده. و تنها امیدی که هست که این حزب هندو در انتخابات بعدی نتونه قدرت رو دوباره به دست بگیره. البته موردی که منجر به این ضرب و شتم جدید مسلمان ها شد توهین 2 عضو سابق حزب حاکم به پیامبر اکرم بود که بعد از اون مسلمان ها دست به تظاهرات گسترده زدن و طبعا هندوها در برابر این تظاهرات حملات خودشون رو علیه مسلمان ها تشدید کردن. بله، آیا آموزگار با توجه به تداوم فشار و خشونت علیه جامعه مسلمانان، چشم‌انداز آینده مسلمانان در هند را چگونه می‌بینید؟ همینطور که خدمتتون عرض کردم، طی 3 سال آینده نمیتونیم انتظار تحول خیلی مثبتی داشته باشیم مگر اینکه جهان اسلام دست به اعتراضات گسترده بزنه، مخصوصا سازمان همکاری های اسلامی. و مگر اینکه بعد از این 3 سال در واقع این حزب نتونه رأی بیاره و اگر با کمال تأسف دوباره حزب متعلق به هندوها حزب حاکم رأی بیاره، دوباره باید منتظر 5 سال دیگه هم فشارهای فزاینده نسبت به مسلمان باشه. تشکر میکنم از شما سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران با ما همراه بودند.